شاهین آشاله، شاهین را نمیره، شاهین موتورش ضعیفه، اتاقش فلانه، زشته، اینجوریه. امروز میخوام بریم شاهین سوارشیم ببینیم بابا راست میگن دروغ میگن. من میام بهتون میگم، اگه میام آشاله میگم آشاله، اگه خوب بود میام اوکی، نسبت به قیمتش ماشین خوبیه و گزینه خوبیه. من تا حالا شاهین سوار نشدم، الان میخوام بریم یکی از ماشینای دوستا رو برداریم و سوارشیم، بررسیشو براتون بگیرم. ویدیو رو لایکش کن، منتظر میمونم. جان حساب کن، زنگوشو برات کن. بچه ها این شاهین هست، بریم ببینیم که چه جوریه. رخشو اول بهتون نشون بدم، جلوشو که میدونید حالت دیوکو داره و اینم رخ عقبشه. من رخشو انصافا دوست دارم. این داشبوردش، این چیزی که منو جذب کرد، خیلی براقه داشبورد. این نکته دیگه هم که داره، شیشه جلوش خورده حالا تنگ‌تره، حالا خوبه، کمتر نور میاد داخلش. تا الان که والا اوکیه. کولرش هم انصافا خوبه، کولر خوبی داره واقعا. جدا بهت میگم دایی، قدرشو بدون. یه چند تا نکته من در موردش بگم. توی خودرو یه سری آپشن‌ها داره که البته برای خودشه. فشار چرخاست، میزان سرویسی که داره که بعد 3000 تا دیگه میده تا سرویس. آها، اینا خیلی خوبه. و سمند هم دادیم، ماشین جدیدن دیگه دارم دیگه. اینا برای سفره که زمان زمان حرکت و مدت زمان سفر و اینا رو هم محاسبه می‌کنه و وضعیت دربو که باز و بستن و اینا. خب سانروفی که داره، حالا انصافاً باز خوبه، بالاخره توی ماشینای ما یه سانروفی هست. قسمت عقبش خیلی جالبه، حالا میشینم عقبش هم براتون میگیرم، ولی اینجوری که مشخصه خیلی قسمت چراغاشو جاینکی که داره و ماشین 1600 توربو. خب ادور باهاش بزنیم ببینیم چه جوریه. اینم قسمت آینه هاشو، بسته شدن آینه ها برقیه. باز خوبه دیگه، انقدر دیگه غور نزنیم دیگه. این ماشین انقدر من میگفتم ماشین آشغاله و فلانه و گفتم بشینیم ببینیم چه جوریه. بریم ببینیم توربو چی میگه. خب اول بهتون بگم که فرمونش خیلی نرمه، کلاچش هم اوکیه، خیلی فرمونش نرم. بلیزره که من سوار شدم، اگه ویدیو بلیزر ندیدین بالا بزن ببینش. خب یه بلیزر بررسی کردم، فرمونش یکم از این باز نرم‌تر بود. فکر 45 سالش بود ماشین. این نکته از آینه‌هاش خیلی دیده خوبی داره، قشنگ بزرگه، بعد ارگونومی خوبی داره. این قشنگ من همه چی ور دستمه، همه چی دیده کامل دارم و خوب داره. یه گاز بهش بدین، دنده دو هم من. دیگه بابا چه انتظاری داری از موتور 1600 توربوه؟ ولی توربوش خیلی کوچولو، من توی نمایشگاه دیدم، فکر کنم توی یکی از ویدیوهام فیلمشو گرفتم توربوشو. من 8 ماه 27000 رفتم تو زمستون، هر 40 تا 45 لیتر 500 کیلومتر می‌رفتم. الانی که کولر دائم روشنه یه چیزی بین مثلا 450 تا 500، به 500 نمی‌رسه. ولی به نسبت اینقدر که هی حرف بد در مورد این ماشین می‌زنم، من بدی ازش ندیدم انصافا. یه موضوع دیگه هم هست، 1400 رو من راستش رو خیلی راضی ام از این ماشین، ولی اتفاقی که افتاد، خب فکر می‌کردم همه راضی ان اونایی که دارن، کسایی که قبل تیر ماه 1400 دارن واقعا حق دارن. جدی چرا؟ چون من تو نمایش توی نمایندگی دو سه تا ماشینا رو دیدم. خب ایرادای عجیب غریب، آینه‌اش تا نمی‌شد. خب ببین ماشین تازه اومده، اولشه، باید این ایباش گرفته بشه دیگه. آفرین. حالا از ما این مشکل رو واقعا نداشت. مثلا ما صحبت، مثلا من میرفتم نمایندگی سرویس، میپرسیدن الان ایرادی داره کنار کارت؟ میگفتم واقعا نداره. یعنی تنها چیزی که تو این 27000 تو داشتم یه کمک عقب همون ماه اول عوض کرد. اگه بریلیانس بندازم یه 4 5 تومن هزینه شه. ولی خب دیگه اون مشکلی که الان خوشگیر نسبت داره. ببین الان شما سمن سوارشی نسبت به این حالت خشکی تره، ولی این نسبت 206 باز نرمتره، چون 206 هم یه خورده خشکه. اوکیه، شتابش کولر اصلا اثر نمیذاره، ولی توی شهر یه کوچولو آدم احساس میکنه که چی قدرت موتور یا نه راه افتادنی یه کوچولو میفهمه، یه خورده کولر روشنه، تاخیر داره، دیلی داره. این فکر کنم ورژن 6ه. خب الان ورژن 7ش اومده. حالا من ترسیدم آپدیتش بکنم که گفتن شتابش کم میشه، چون این ماشین واقعا شتابش خوبه، خیلی خوبه، ولی اگر اون ورژن جدیده دیگه ایراده مثلا جزئیه برقی مثلا نداره دیگه. یه ایرادی هم که داره که دیگه میخوام همه در جریان باشید، رنگایی که روی پلاستیک خورده روی سپر جلو عقبه، خب خیلی حساسه، با کارواش میپره. نه کارواش نه، پس چی؟ ولی مثلا ریگی که ماشین میندازه جاش میمونه. آها، خب. ولی رو خود بدن نه، ولی رو سپر داره این قضیه رو. ولی کولر شایی یخه، حالا مثلا درجهش تو پایین ترین حالته. اوتو هم داره. آره اوتو هم داره. اوکی، خیلی عالیه، ولی یخه انصافا کوله. اینا کولش دیگه، چی میخواید دیگه؟ چند تا شما چند گرفتین ماشینو؟ من 340 گرفتم، اینو مستقیم از نمایشگاه گرفتم. ببینم دیدم نمایشگاه، خب واقعا حق داشت که ناراضی باشه. میگم مثلا من جلو بیمارستان خاموش میشد، روشن نمیشد. گفتم که باگ داشته. آره گفت اردیبهشت 1400
کرد. گفتم خب این یه بار دیگه یه بنده خدایی نگردش منو، گفت راضی، گفتم آره، گفت از من اردیبهشت 1400 راضی نیستن. خب ولی بچه‌ای که الان 1401 میگم خشکی که الان ماشین من داره، خب 1401 ها ندارن. صدا موتوری که به نسبت میگن زیاده، که من میگم کلا زیاد اونقدر نیست. بزن اینا داره، نه داره، صدا رو داره. 1401 ها ندارن اینا، خیلی کمتره. ببین در کل داره بهتر میشه. ولی آره. من راضی ام، یعنی منی که واقعا خیلی مصرف باید. کننده ای راضی. آره ولی خب سایپایی ها بچه ها بهتون بگم صدا موتور خیلی میاد داخلش، چون سایپایی ها اینجوری هست، کویک وحشتناک صدا داخلش میاد، تیبا همینه. ولی خب اینم حالا تقریبا این صدا رو داره. ولی بریم یه جاده ببینیم چجوریه. انقدر من حرف بد از این ماشین دنده دور من پر کنم یه سم برم بجیه، ولی خب چیکار کنم، سوزه میکشه بابا. به نسبت اوکیه دیگه، خوبه، ولی ترمزش یکم سفت پدال، نمیدونم حالا چون تو ماشین خودت بوده عادت کردی، ولی من مثلا هر دو سواره یه ماشینم سری میفهمم مثلا کلاچش اوکیه، ترمزش خیلی سفت و محکمه و ولی نگه داشتنش خوبه. آره چون چهارچرخش دیسکیه، سردنده گنده ای داری. ببین میخورده وایسیم این کنار، من بقیه داستاناش هم بهتون بگم، آپشنش رو عقبش بشینیم و صندوقش و موتورش و اینا رو ببینیم چجوریه. اگه ویدیو رو تا اینجا لایکش نکرد حتما لایکش کن، بریم ادامه داستان. اینا هم که توی همه سایپایی مشترک شما، اینو تو همه از تو پراید گرفته تا همشون میتونی بگیری. این چیه؟ این قسمت جالیوان عقب دو دمش کرد، خیلی حال کردم با این. یه دونه کنسول داریم اینجا، کنسولش این شکلیه، یه فضای خالی اینجا است، کیلس استارتر داره. چیزی که من خیلی حساسم توی ماشینا اینه. حالا این اول اوکیه، این صدای درش تقریبا اوکیه، اون آریایی تازه رو نماشته خیلی صدا درش بد بود، این نسبتاً اوکیه. این دوستمون نقشه بردار حرفه‌ای ایران ها، صندوقش هم به نسبت جا داره دیگه. چی میخوای دیگه؟ نمیدونم چتونه، چرا اینقدر اذیت میکنید؟ دیسکای چیزی داره، بزرگی داره، چهارچرخش دیسکیه، رینگ آلومینیومی داره. روخ جلوشو بهتون گفتم، انصافاً روخ جلوش متناسبه. خب اینم داخل موتورشه و دکمه هم که داره دیگه. دیگه چی میخواید؟ قفل میشه. باید سویچ تو جیبت بذاری. قیمت نمیگم الان چقدره، چون الانی که دارم این ویدیو رو میگم خیلی قیمتای ماشین داره بالا پایین میشه به خاطر واردات خودرو این صحبت ها. ولی خب شما با این بودجه مثلا کدوم یکی از ماشینای ایران خودرو یا سایپا رو انتخاب میکنید؟ به نظر من خیلی گزینه خوبیه، چون چهره خوبی داره. حالا عقبش و جلوش انصافا توی طراحی من قبلا هم گفتم به هم دیگه نمیخونه. خب چهره جلوش عقبش خورده متفاوت تر از همه، ولی خب اوکیه به نظر من. این یه خورده درز مرزش نمیدونم سر... الان کاپوت بسته است و درزش هم از زیاده. این بسته است، زدی مگه ماشینو؟ چقدر زیاده این فاصله ها. شما اصلا اینجا اوکیه، ولی اینجا یه خورده دوباره درست شده. 1401 هاش گفتیم مانیتورش چیه؟ کروزه؟ نه کروز نیست دیگه. آها الان مال تو کروزه. کروز. آها یه چیزی من میام، سنسور نور و بارانه چیه اون؟ داره؟ چیزه نه چراغ اتوماتیک روشن میشه تو تاریکی. فقط همینو داره. همینه. نور و باران و چیز برف و اینا نداره. بچه‌ها شیشه عقب و صندوقشو نگاه کنید. این طرحیه که میزنن، خیلی آیرودینامیکه و به خاطر اینه که پایداری این ماشین رفته بالا، علاوه بر اون تعلیقایی که داره، آیرودینامیک ماشین خیلی تاثیر داره توی پایداری ماشین. یه چیزی که شما اصلا نمیبینیش، کسی هم نمیبیندش، ولی اگه تحلیل بشه این ماشین خیلی تاثیر میذاره روی چسبیدن ماشین توی زمین سرعت‌های بالا. ما صحبت کردیم در مورد طراحی‌های سایپا ایران خودرو. خب ببین توی حالا میشه گفت توی یه لولن این ماشین و طراحی ایران خودرو، این از نظر رو خیلی نمره بهتری میگیره. اصلا ایران خودرویی نمیدونم چرا توی طراحی اینقدر خطوط شکسته مزخرف استفاده میکنن توی بدن این ماشین، ولی این خیلی هماهنگی داره از این روخ. این ماشین بیوکه، شبیه بیوکه، همه چی شوکه. حالا انصافا کیفیت و مونتاژش هم خوبه، ولی یه چیزی که خیلی تو ذوق میزنه این برق زدن داشبوردشه، خیلی تو چشه. فکر کنم واکس زدی. من هفتگی میزنم. زدی، ولی این واکس انقدر نمیتونه حالا براقش کنه. براق بود دیگه یا نه؟ نبود. خودت براقش براق دوست داره دیگه، چیکار کنی؟ معمولی داری بهش گاز میگی. تو تخت گاز میگم؟ برو تخت گاز میگم چند تا میده دیگه؟ تخت گاز گردی؟ هیچ اتفاقی نیفتاد یه لحظه. ولی یه درگ دوست داریم بندازیم. ویدیو درگ من خیلی تو پیجم هست، بیا داخل پیجم، توی کانالم ببین، داخل پیج اینستاگرام هم هست، اینجا میاد. جلوی یه دونه لوکوموتیو مشاهده میکنید که اگزوزش رو باید بیاریم بالا بذاریم، اینجوری از بالا دود بزنه. ایستون براش نمونده، فقط شاتون داره، چهار تا شاتون بالا پای میشه، انقدر روغن سازی داره. اومدیم رو کو دیگه.
ولی خوب میکشه انصافا. یواش بپا یا خدا یا خدا. یه جمع‌بندی بکنیم، در کل ماشین خوبیه به نسبت ماشین ایرانی که شما میتونی بخری، به نظر من یکی از بهترین گزینه هاست. خب کلا توی ایران اینجوری وقتی ماشین جدید میاد نمیدونم چرا مردم نمیترسن، میگه اوه آشغاله این الان سایپا میخواد سرمون کلا بذاره، بابا تو بشین نور بزن ببین چه جوریه، هم خوبیاشو ببین هم بدیاشو ببین. ولی در کل ماشینی که من حال کردم باشه، قبلا هم حال کرده بودم، حالا این از قبل حال کردم تاثیری زیاد روش نداشت، من داشتم نگاه میکردم، ولی به نسبت اوکی. آقا داری از سایپا خرید میکنی دیگه، از پورشه که خرید نمیکنی دیگه، چقدر مگه پول داری؟ ماشین سانروف داره، توربو داره دیگه. خلاصه خیرشو ببینید، ویدیو رو لایک نکنید لایکشون، چنل ساب کن، زنگولاشو فعال کن، ویدیوهای بعدی ما بیا توی چنل ببینو. خیلی چاکریم، خدافظ.